با 143 قسمت از پادکست هفت با من هرانوش و ایمان همراه هستید. خدمت همه شما عزیزان درود میگم. منم درود مجدد میگم حضورتون و ممنونم که ما رو دنبال میکنید. ما امروز در مورد آدیسازی شر و بدی و همینطور از اهمیت مسئولیت فردی در مقابله با این پدیده صحبت میکنیم. وقتی برای تهیه برنامه امروز مشورت می کردیم به کتاب مهمی برخوردیم تحت عنوان آیشمن در اورشلیم اثر خانم هانا آرند تصور ما این هست که این کتاب می نقطه شروع مناسبی برای این بحث باشه لازم توضیح بدیم که خانم هانا آرند یک فیلسوف آمریکایی و آلمانی تبار هستند که کارهای بسیار مهمی در زمینه ی فلسفه سیاسی و همینطور اخلاق انجام دادند من خودم با اینکه کتاب رو کامل نخوندم ولی بخشایش رو داشتم در طول زمان مطالعه می کردم فکر می کنم موضوع کتاب بسیار ملموس هست و به نظرم مخاطب خیلی راحت با کتاب ارتباط برقرار می کنه فکر می کنم که تو داشتی می گفتی که من این کتاب رو خوندم اگه دوست داری یه خورده برامون توضیح بده آره من این شانس رو داشتم که این کتاب رو چند وقت پیش مطالعه کردم نکته ای که واسه خود من توی این کتاب جالب بود این بود که همینطور که اشاره کردی موضوع خیلی ملموسه و در عین حال هم مناقشه برانگیز. چون دیدم که نظریه پردازهای بسیاری به کار خانم آرنت ایراد گرفته بودن و ازشون پرسیده بودن که چطور میشه نقش مسئولیت فردی رو در عمل غیر اخلاقی نادیده گرفت فکر میکنم خود کتاب و هواشی ایجاد شدهش بسیار مهمه و اگه تا الان سراغش نرفتید پیشنهاد میکنم که حتما این کار انجام بدید چرا که از دید ما موضوع مورد بحث این کتاب خیلی میتونه به حال و روز ایران مرتبط باشه دقیقا فکر میکنم که مهمان برنامه امروزمون روی خط اومدن بریم بیشتر در خصوص این موضوع و کتاب ازشون بشنویم حتما بریم و با خانم ساناز خسروی همراه بشیم. ساناز خسروی عزیز ممنونم که باز هم در پادکست هفت با ما همراه شدی درود میفرستم خدمتت منم به درود میگم ساناز جان به برنامه خودت خوش اومدی درود بر شما هرانوش جان و ایمان جان و همه شنوندگان و بینندگانتون خیلی خوشحالم که امروزم در خدمت شما هستم ما هم همینطور برای اون دسته از شما که کمتر با خانم خسروی آشنا هستید باید بگیم که ایشون مهندس نرم افزار و همینطور پژوهشگر در حوزه فلسفه دین هستند. ساناز جان ما امروز در مورد عادیسازی شر صحبت میکنیم. وقتی راجع به این موضوع هم فکری میکردیم به اثر خانم هانا آرند آیشمن در اورشلیم برخوردیم که فکر میکنیم گرچه شاید نتونه همه جوانب این موضوع رو توضیح بده ولی میتونه نقطه شروع خوبی باشه. میخواستم ازت بپرسم اصلا چرا این کتاب انقدر مهمه؟ هرانش جان ساناز جان اجازه بدید قبل اینکه بحث رو شروع بکنیم بگم که این کتاب به فارسی ترجمه شده مترجمش خانم زهرا شمس هستند و نشر برج منتشرش کرده مرسی حالا راجع به کتاب آشمن در اورشلیم که خانم هانا آرنت همونطور که گفتیم فیلسوف آلمانی آمریکایی و یهودی نوشتن در حقیقت خانم آرنت از طرف روزنامه نیویورکر به دادگاه آیشمن فرستاده شده بوده تا گزارش از این دادگاه بنویسه حالا آیشمن هم یکی از افرادی بوده که توی رژیم نازی در زمان جنگ جهانی دوم با اون رژیم همکاری میکرده برای کشتار وسیع یهودیان حالا اینکه اصلا چجوری وارد این سیستم شده بوده و چه کارایی کرده بوده خیلی داستان طولانی هست که بینندگانتون و شنوندگانتون میتونن راجع اون تحقیق کنن و راجبش بخونن و حالا در حقیقت آرنت آر در این کتاب میاد یک گزارشی از اون دادگاه رو مینویسه و و یک مسائل فلسفی و اخلاقی رو هم در طی اون گزارشات داره با ما مطرح میکنه خب حالا مثلا آرنت داره توی کتاب از این صحبت میکنه که در حقیقت اصلا این دادگاه از نظر آرند بیشتر جنبه نمایشی داشته یا اینکه اصلا ابعاد حقوقی این دادگاه رو بررسی میکنه که در حقیقت اگر که مثلا جنایت علیه یهودیان جنایت علیه بشریته پس بعد این محاکمه هم توی یه دادگاه بین المللی یا دادگاهی که متعلق به یک کشور خاصی نباشه انجام بشه یا مسائل حقوقی مربوط به رو بوده شدن آیشمن از آرژانتین رو مطرح میکنه ولی خب من فکر کنم که در بحث اصلی کتاب این مسائل حقوقی نیست و اینها بحث فرعی هستند و حتی اون گزارشی که داره از دادگاه مطرح میشه اون هم میتونه در نسبت به اون نظریات فلسفی که و اخلاقی که خانم آرنت مطرح میکنه در در حاشیه قرار بگیره و من فکر میکنم که در حقیقت بحث اصلی کتاب توی سابتایتل اون هستش که در حقیقت سابتایتل کتاب هست گزارشی در باب پیش پا افتادگی و در حقیقت خانم آرنت داره راجب این پیش پا افتادگی شهر که اصلا شهر چیه پیش پا افتادگی شهر چیه و اینکه چجوری این رفت پیدا میکنه به آیشمن و حالا بقیه افرادی که تقریبا توی همچین شرایطی هستن راجب اون صحبت میکنه سانا جان مرسی از توضیحت همونجوری که اشاره کردی عنوان فری کتاب گزارشی از پیش پا افتادگی شهر یا همون ابتزال شهر هست به نظرت خانم آرنت چرا این عنوان فری رو انتخاب کردند؟ حالا قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم فقط میخواستم بگم که من اصلا متخصص توی زمینه آرنت و یا فلسفه ایشون نیستم یا اصلا بحثای عمیق فلسفه اخلاقم زیاد باهاش وارد نیستم ولی این این کتاب از نظر من این کتاب جالبی بود و میتونه در حقیقت یک نقطه شروعی باشه برای اینکه اون خواننده و اون کسی که داره کتاب رو مورد بررسی قرار میده بره دنبال این مباحث فلسفه اخلاق یا نقش فردی در شهر یا جرم و جنایت و یعنی در حقیقت این یه نقطه شروعی میتونه باشه برای افراد و برای من هم همینطوری بوده یعنی یه نقطه شروعی بوده که بیشتر راجع به حالا هم کارهای خانم آرنت برم بخونم و هم راجع به مباحث دیگه که توی این هیته ابتزال شهر یا به طور کلی شهر و فلسفه اخلاق مطرح هست یاد بگیرم به خاطر همین چیزایی که اینجا میگم بیشتر اون نظر شخصی خودمه و اون برداشتایی که داشتم یا حالا اون مطالعات جانبی که نسبت به این کتاب داشتم هست و یعنی یک بیشتر یه فضایی که داریم با همدیگه یاد میگیریم و بتونیم همدیگه رو تشویق بکنیم که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم ولی حالا راجع به سوالی که مطرح کردین من فکر می‌کنم که در حقیقت دلیلی که خانم آرنت این سابتایتل رو انتخاب میکنه و راجع به اون داره صحبت میکنه این بوده که حالا البته نه تنها محدود میشه به دولت اسرائیل بلکه میبینیم که توی کشورهای مختلف جوای مختلف هم همین برخورد معمولا میشه با افرادی که جرمی یا جنایتی رو انجام دادن و این بوده که خب وقتی که آیشمن دستگیر میشه خیلی تبلیغات وسیع شروع میشه که در یه چهره شیطان صفت یا اهریمن صفتی و از آیشمن بسازه و خب خانم آرنت هم تحت تاثیر این تبلیغات همچین چهره یا ای از آیشمن داشته توی ذهنش ولی وقتی که میره و توی دادگاه حاضر میشه و آیشمن رو برای اولین بار میبینه در اقید تمام اون پیش زمینه ذهنی که داشته از آیشمن به عنوان حال یه شخصیت اهریمن صفت یا ذاتن شروری توی از ذهنش فرو میریزه و در حقیقت میبینه که این آیشمند یه شخص معمولیه و حالا توی کتاب هم ذکر میکنه که اون روانشناسانی که آیشمن رو مورد مطالعه قرار دادن یا معاینه قرار دادن نتونستن که مشکل روانی برای این شخص پیدا بکنن و گفتن که این شخص به لحاظ روانی در سلامت سالم بوده در سلامت کامل بوده و تونسته که این, این جنایت ها رو انجام بده و در حقیقت این تصویر ذهنی خانم آرنت از آیشمن به عنوان یه شخصیت اهریمنی فرو میرزه و اون رو یک انسان معمولی میبینه یه انسانی که حتی هنوز انگار که متوجه نیست که چه جنایت عظیمی و انجام داده و خودش رو در حقیقت توی بازجویاش و توی اون جلسات دادگاه هنوز هم مثل اینه که داره مثل یه کارمند داره صحبت میکنه و هیچ احساس هیچ احساس بدی یا گناهی نسبت به اون عملی که انجام داده نداره یا اینکه اصلا هیچ احساس بدی نسبت به اون افرادی که دارن اونو محاکمه میکنن هم نداره و در حقیقت فقط انگار که اون داشته به یک وظیفهش عمل میکرده که حالا اتفاقا توی اون شرایطی که این کار رو انجام داده نه تنها وظیفش بوده بلکه داشته از قانون هم اطاعت می کرده و در حقیقت وظیفه قانونی و کاریش بوده و خود خانم آرنت هم میگه که در حقیقت آیشمند یک کارمند ساده بوده که برای اینکه حالا ترفی بگیره دست به چنین جنایاتی زده بوده و در حقیقت هیچ انگیزه ایدئولوژی نداشته نسبت به اون کاری که انجام میداده. سانا جان برای من سوال پیش اومد که اگه از دیدگاه خانم آرنت آیشمن و یا آدم هایی مثل اون لزومن روان روانپریش و اهریمن صفت نیستن چه اتفاقی میفته که قادر به انجام چنین جنایاتی میشن و میتونن این کارا رو بکنن؟ مرسی ایران این خیلی سال مهمیه و حالا من خودم که کتاب رو میخوندم و بعدا بیشتر راجع به این سال فکر کردم و مباحث دیگه هم خوندم در حقیقت البته من فکر میکنم که خانم آرن داره مثلا یکی از جنبه های این که چرا انسان ها دست به چنین جنایتی میزنن و مطرح میکنه و قطعا توی سیستم نازی یا توی سیستم های دیگه لزوما آدم ها همیشه آدم های عادی نیستن که دست به جنایت میزنن یا برای آه، یعنی آه، اطاعت از مافوقشون فقط نیست که دارن دست به جنایت میزنن خب یعنی میدونیم که توی خیلی از سیستم های توتالیتر یا سیستم های بسته خب خیلی از اوقات اون انگیزه انسان ها اون جنبه های ایدئولوژیکه ولی حالا اگر که بخوایم که برگردیم به این دادگاه آیشمن یا اون موزه که خانم آرنت داره مطرح میکنه باید راجع به یه مفهومی صحبت کنیم به اسم شر رادیکال که در حقیقت این،, این مفهوم شر رادیکال رو کانت مطرح میکنه و در حقیقت توی شر راد، رادیکال مطرح میشه که نیت افراد مهمه یعنی شما یه نیت شر دارین و میدونین که کارتون اشتباهه ولی بازم دست به اون کار میزنید حالا و این در حقیقت متفاوته با اون زمانی که شما خب حالا تحت شرایطی دارین یک عمل شر، شریرانه ای رو انجام میدین ولی مسئله که خانم آرنت مطرح میکنه میگه که لزوما انسان یعنی ام، نیت ام، مهم نیست یعنی این, این نیست که هم, همه این افرادی که میخواستن که دست به چین جنایتی بزنن یا آیشمن که میخواسته دست به چین جنایتی بزنه در حقیقت نیت اون رو هم داشته و در حقیقت میگه که یه انسان معمولی هم میتونه دست به چنین شر رادیکالی بزنه و حالا در حقیقت اون دلیلی که خانم آرنت مطرح میکنه که چجوری افراد معمولی میتونن همچین جنایت مهیب و هولناکی رو انجام بدن اینه که از نظر خانم آرنت عدم اندیشیدن و عدم قضاوت صحیح است یعنی خانم آرنت مطرح میکنه که وقتی که ما نتونیم راجع به اون عواقب کاری که قرار انجام بدیم یا راجع به قربانیان ام اون عملمون حالا تو این مورد اون یهودیانی که آیشمن باعث مرگشون و کشتارشون شده بود فکر بکنیم و اینکه فکر بکنیم که این عملی که من انجام میدم عواقبش چه خواهد بود و بعدش یک برگردم رجوع بکنم به وجدان اخلاقی خودم و بتونم بر اون یک قضاوت صحیح داشته باشم این باعث میشه که افراد دست به چنین جنایتی بزنن و در حقیقت قضاوت مستقل قضاوتی است که بدون در نظر گرفتن نظر موافق یا اون شرایطی که انسان ها توش هستن دست به یک رجوع میکنن به وجدان اخلاقی خودشون و تصمیم میگیرن که یک قضاوت مستقل داشته باشن و در حقیقت میگه که آیشمن یا افرادی نظیر آیشمن نتونستن که همچین کاری کنن و به خاطر همین تونستن که دست به چنین جنایات محیب و بزرگی بزنن سانا جان با توجه به توضیحی که دادی شد برای خیلی ها از جمله خود من این سوال پیش بیاد که دیدگاه خانم آرنت نسبت به مسئولیت فردی چی هست؟ اگه فرض بکنیم که فرد تنها یک چرخ دنده در یک سیستمه چطور میشه اون رو نسبت به اعمالش مسئول دونست؟ من فکر میکنم این بحث تو جامعه ایران هم میتونه بسیار مستاق داشته باشه. دقیقا یعنی وقتی هم که من خودم قبل از اینکه کتاب بخونم راجع به کتاب شنیدم یعنی <تص> اولین سوالی که اومد توی ذهنم این بود که پس مسئولیت فردی چی میشه یعنی همیشه آدمها نمیتونن خودشون رو بری بدونن و مسئولیت رو بندازن به گردن مافوقشون یعنی که فرد داشتن صرفا صرفا یک عملی و اطاعت میکردم کردم. یعنی حتی مثلا توی دیانت بهایی هم که ما اطاعت از حکومت داریم یعنی اطاعت از حکومت تا اونجایی هست که با اون اصول اساسی دینی ما مخالفت نکنه میدونی یعنی مثلا اگر که یک حکومتی به شما بگه که آدم بکشید ولی این یعنی قطعا از اون حکومت نمیشه اطاعت کرد ولی حالا برای اینکه جواب این سوال رو پیدا بکنیم من یک مقاله ای از خانم آرنت دیدم تحت عنوان حالا انگلیسی شو میگم Personal Responsibility Under Dictatorship که حالا اگه بخوایم ترجمه فارسی رو بگیم مسئولیت فردی تحت نظام حالا توتالیتر یا دیکتاتوری و در حقیقت یک مقاله است که خانم آرنت بعدن بعد از اینکه این کتاب رو منتشر کرد و خیلی های زیادی به کتاب شد در حقیقت اون رو می نویسه و توی اون استدلال میکنه که افراد که افراد توی نظام های توتالیتر برای اینکه بتونن اون آزادی خودشون آزادی هم اون فریدم ام حفظ بکنن یک مسئولیت فردی دارن خانم آرنت داره استدلال میکنه که افراد توی نظام های دیکتاتوری خودشون رو بین دو تا انتخاب میبینن یا اینکه اطاعت بکنن از اون نظام توتالیتر یا اینکه نه مقاومت بکنن و میگه که اون افرادی که همرنگ میشن و مقاومت نمیکنن دارن اون بار سنگین گناهی که از طریق مشارکت کردن توی اون جنایات اون نظام ها هستش رو بردوش میکشن و نمیتونن بگن که ما از اون بری هستیم و در مقابل اون افرادی که برای آزادی خودشون تلاش میکنن و یا در مقابل اون نظام های توتالیتر مقاومت میکنن در حقیقت اونها افرادی هستن که امید و الهام رو در جامعهشون دارن ایجاد میکنن و تزریق میکنن حتی اگر اینکه اون کاری که دارن انجام میدن اون مقاومتی که دارن میکنن یک نتایج ملموسی با خودش نداشته باشه و اون میگه که این نظام های توتالیتر میان ماهیت و طبیعت اون قدرت سیاسی رو از بین میبرن و در حقیقت برای افراد این, این امکان رو از بین میبرن که اونها بتونن به صورت گروهی با همدیگه فعالیت بکنن و اون, اون رژیمشون یا اون نظامی که تحت سلطش هستن رو بخوان تحت یعنی مورد سوال قرار بدن به خاطر همین اون نقش مسئولیت های فردی اتفاقا پرنگ تر میشه و اون مسئولیت فردی میشه به عنوان تنها وسیله ای که اون افراد میتونن با اون نظام های توتالیتر مقابله بکنن برای اینکه اون انسانیت خودشون و اون دیگنیتی خودشون رو شرافت خودشون رو بخوان حفظ بکنن و نه تنها شرافت خودشون و انسانیت خودشون بلکه خیلی از اوقات اون اکت اون عمل فردیشون میتونه باعث حفظ کردن آزادی شرافت و انسانیت بقیه افراد توی اون اجتماع هم بشه ساناز عزیز میدونم که این مبحث بسیار میتونه طولانی باشه و میشه ساعتها راجبش صحبت کرد اما میدونید که متاسفانه وقت برنامه ما رو به پایانه و میخواستم یک بار دیگه ازت تشکر بکنم که همراهمون بودی. منم سپاسگزارم ازت هر جا هستی خوب و خوش باشی ممنون از شما و همه بینندگان و شنوندگانتون تا دیدار بعدی برای اون دست از شما که ما رو تماشا می کنید، باید بگیم که اگر موضوع برنامه امروز براتون جذابه و دوست دارید این برنامه پادکست هفت رو کامل بشنوید حتما میتونید به وبسایت رسانه پرژن بی ام از به آدرس www.persianbahaimedia.org مراجعه بفرمایید. و شما شنونده های عزیز هم میتونید تصویر این برنامه را از طریق ماهواره در ساعت پخش برنامه های رسانه پرژن بی ام ایس تماشا کنید از طریق تلگرام و صفحه اینستاگرام رسانه پرژن بی ام ایس، کانال یوتیوب و تمامی اپلیکیشن های پادگیر هم میتونید به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید هر جا هستید شب و روزتون خوش خدا نگهدار همتون باشه